تحولات اخیر داعش بیانگر تلاش این گروه تروریستی برای راه اندازی مجدد خلافت مورد نظر خود این بار در قاره آفریقا است اگر به ادعای داعش خلافت جدیدی ظهور کند به احتمال زیاد در آفریقای مرکزی جایی بین مالی تا چاد ایجاد خواهد شد علی اکبری گزارش می‌دهد در حالی که در روزهای اخیر سقوط چند شهر در افغانستان به دست طالبان توجهات را به سوی خاور میانه جلب کرده در نقطه دیگری از جهان گروه های تروریستی وابسته به داعش و القاعده در آفریقا به تاخت و تاز خود ادامه میدهند. دهند دامن فعالیت داعش و به طور کلی تروریست هایی با طرز فکر نزدیک به داعش مانند بوکو حرام نزدیک به یک دهه است که در آفریقا گسترش پیدا کرده و به دلیل مسائلی مانند فقر و فساد در دولتهای آفریقا گرایش به این گروه های به سرعت در حال رشد است به عبارت دیگر هر دو گروه داعش و القاعده با شکست در خاور میانه در تصمیمی استراتژیک آفریقا را به اولویت خود تبدیل کردند. این تحولات در آفریقا باعث شد که در هفتم تیر ماه روم میزبان نشستی با هدف بررسی موضوع رشد نفوذ داعش در قاره آفریقا باشد این نشان میدهد که کشورهای غربی نگرانی زیادی از تبدیل شدن منطقه استراتژیکی مانند غرب آفریقا و منطقه موسوم به ساحل به قلم روی تازه داعش دارند با وجود اینکه داعش تقریبا تمامی قلم روی خود در عراق و سوریه را از دست داده اما در بخشی از آفریقا موسوم به ساحل یعنی منطقه غرب آفریقا فعالیت خود را افزایش داده است منطقه ای که داعش و سایر گروه های دیگر مانند بوکو حرام در آن فعال هستند گستره وسیعی را از شمال سنگال جنوب موریتانی مرکز مالی جنوب الجزایر و نیجر مرکز چاد جنوب سودان شمال سودان جنوبی و اریتره را در بر میگیرد از طرف دیگر منطقه ساحل همواره منطقه‌ای کلیدی برای عبور تعداد زیادی از مهاجرانی است که میخواهند خود را به اروپا برسانند این منطقه همچنین مسیر ترانزیت مواد مخدر تجارت اسلحه و مسیر عبور افراطیان وابسته به گروههایی مانند داعش است آنطور که پیداست شکست داعش در عراق و سوریه به ایدئولوژی افراطی سنی های تند رو پایان نداد و تنها موقعیت جغرافیایی آنها را عوض کرد سنی های تند رو در آفریقا مانند بوکو حرام و الشباب نیز به نوع خود را زیر چتر داعش قرار دادند تا فعالیت خود را گسترش داده و تفکرات افراطی خود را به منصه ظهور بگذارند